وقتی که رخ تنها میشه و دیگه هیچ مهره نیست که کمکش کنه، وقتی که همه امیدشو برای پیروزی از دست داده و خسته شده، آخرین راه حل رو انتخاب میکنه، خودشو نابود میکنه تا بازی مساوی بشه، اینقدر از خونه به خونه دیگه میره تا بالاخره توی خونه بهش تیر خلاص میزنه. توی شطرنج به این وضعیت میگن رخ فداکار. یه اسم دیگه ای هم داره که من اون اسم رو بیشتر دوست دارم. اسم من پیروزه. بیشتر وقتم رو پشت کامپیوتر و تو چترما و پیج گروه ها و وایبر میگذرونم. کار من به هم ریختن این گروه هاست. اصلا هم حال و حوصله بحث های سیاسی رو ندارم. اما 3-4 سال پیشم که بازارش داغ بود من این کارا نبودم. آها یادم رفت بگم، ما یه گروه داریم به اسم فوش درمانی. با این گروه دیگه جوونا لازم نیست برن تو استادیوم آزادی به هم دیگه فوش بدن و دخترا میتونن پا به پای پسرا حسابی دق و دلشون رو درارن. یه روز که اثر بی‌حوصلگی داشتم تو گروه های مختلف از این چت به اون چت میرفتم و دنبال یه مشتری میگشتم که سر به سرش بذارم، مسعود بهم پی ام داد. من با مسعود تو همین گروه آشنا شدم. خیلی بده افتادن موبایل رفیقه تو چای مستر و سرنوشت تو رو تعیین کنه. با همین شماره دادن دوباره سر صحبت باز شد. مسعود از من خواست فردا باش به یه قرار اینترنتی برم. قبلا سر چند تا از این قرارا رفته بودم ولی راستش موقع خیلی حسش نبود. اما مسعود به زور منو برد تو گروهی که اسمش بود بی پدر مادر. اشتباه نکنید، یه فوش نیست، یه حقیقته. طبق آماری که پارسال منتشر شد 2 میلیون خانواده تک سرپرست تو کشور وجود داره. همه کسایی که تو این گروه بودن یا پدر نداشتن یا مادر یا هر دوش. مسعود که بعد از مرگ مادرش پدرش یه زن دیگه گرفته بود، دیگه تو خونه نموند و تو گاراژ پدرش زندگی میکرد. اون تو زندگیش 2 تا آرزو بیشتر نداشت: خواب راحت دم صبح و پیچوندن سربازی. خلاصه چشمتون روز بعد نمیدید، تو گروه بی پدر مادرها 10-20 نفر با عکسای کاربری خفن دور هم جمع بودن. مسعود منو به کاوه معرفی کرد که تو گروه پدر مرده ها بود. کاوه تو کار طراحی وب و اینجور برنامه هاست. مسعود یه چیزایی درباره کاوه به هم گفت. وقتی پدر کاوه میمیره، برادر بزرگش امضای باباشو جعل میکنه و با یه وکالتنامه قلابی پولای بابا هر صاحب میشه. به جای سهم الارثش هم یک پس گردنی محکم میزنه به کاوه که اون موقع 7 سالش بوده. از همون موقع کاوه میره تو فکر انتقام. غزل تو گروه مادر رفته هاست. مادر رفته یعنی مادرش طلاق گرفته و رفته. غزل و کاوه تو دانشگاه با هم آشنا میشن و تو شلوغی 88 به این نتیجه میرسن که خیلی خوب هم دیگر درک میکنن. حالا 2 ماهی که عقد کردن. آماده ای؟ آره. بریم.
پیشنهاد مسعود رو قبول کردم. نه به خاطر اینکه می‌خواستم بی پدرمون به رخ دیگران بکشم، نه، فقط به خاطر اینکه یادم اومد فردا باید با مادرم بریم دنبال خونه و منم اصلا حالشون نداشتم. این خونه که توش نشستیم رنش یه دفعه دو برابر شده، باید تخلیهش میکردیم. دو هفته بود داشتیم دنبال خونه میگشتیم. مردم موجی شدن. واحد 50 متری تو خیابون سرسویل 35 میلیون رهن کامل. دوره آخر زمانه. مادرم بازنشسته آموزش پرورش و بابام که چاق و ساز بود 15 سال پیش سرطان خون گرفت و عمرش داد به شما. هنوز چاقویی که بهم هدیه داد و دارم. روز بعد مسعود با موتورش اومد دنبال. شماره برام بگی؟ اینو بگی اون بابا جمع میده. اون من دور دیگه بعد با. تو برام یکی دیگه بخری یا بابا؟ مارک خرتون چیزا حالیت نمیشه. آره مارک. به جای سلسبیل و جوادی هم هستیم مارک برام. دکمه هاشم دیگه یکی در میون کار میکنم. تو خودم تمام قد دفعه تو گل یکی در میون حرف میزدی. چون مسعود فکر میکرد اینا همه تیپشون الگانسه، موتور دو سه تا کوچه پایین تر از کافی شاپ قفل و زنجیر کردیم. محل قرار یکی از کافی شاپ های نزدیک پارک بود. سلام. از بچه گروهی؟ بله از بچه گروهی. آیدی تون لطفا. آیدی هپی من. آره اینجاست. چه بچه؟ با منه. هنوز به گروه نشده، ولی من میتونم تضمین بدم بی پدر. آره بی پدر. باشه. نه بایی پونزه لطف کنیم. کارتخون داری؟ کارتخونم داریم. سلام خوبی، مرسی، بفرمایید، تشکر. کارتم تو ماشینه. من کیفم تو ماشین جا مونده. خب 20 تومن هم بده من 10 تومن. 30 تومن دیگه. بله. 30. ببخشید. بعدا کاشف فهمل اومد پدر این دختری که گروه رو میگردونه صاحب همین کافی شاپه. اینم برادرش. این دوتا هم مادر رفتن. یعنی مادرشون طلاق گرفته و اونا شب تا صبح تو گروه خوش رقصی میکنن تا کاروبار آخر هفته بابایی رونقی بگیره. کی میگه تو این دور زمان درک متقابل بین نسل وجود نداره؟ هزار کشته تو سال، که اگه یه پنجمشون هم بچه داشته باشن میشه 4000 تا بچه بی پدر مادر تو سال. ببینید باورتون میشه؟ من فکر نمی کنم تو جنگای داخلی هم هیچ کشوری اینقدر کشته و تلفات داده باشه. هنوز جاگیر نشده بودیم که یه دختر رو با یه سری عکسای ناجور که میچرخید و نشون همه میداد. عکسشو تو کاربرا دیده بودم، تو گروه فرعی تصادفیا بود. پدر مادرش با یه تصادف وحشتناک کرد و مرده بودن و اونم داشت آمار بالای کشته‌های تصادفا رو میگفت. می‌خواید برجام ما کمک کنیم؟ وقتی آمارشو شنیدم مخم سود کشید. ببین کار انجمن خیلی. اون تصمیم داشت یه انجمن تشکیل بده. برای عضو شدن باید حق عضویت می‌دادم که من با این قسمتش اصلا میونه خوبی نداشتم. خاطر همین زیاد دمخورش نشد. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود که احساس کردم یه خبرایی. چون کاوه که از ورودمون هیچ محلی به مسعود نداده بود، حالا بد جوری مخشش رو کار گرفته بود. خماری دخترم اینقدر تابلو بود که صدای ساب کافی شاپ هم در اومد. با دیدن حال اون دختر که بعدم فهمیدم اسمش ماندناست و مسعود که داشت یه جوری نگاه میکرد، فهمیدم دارم گرفتار یه داستانی میشم که به من هیچ ربطی نداشت. اون به من هیچ ربطی نداره. آره ربطش به اینه. بعد یه شب کلی کاسب شیم، من یه بسته شنده بقیش میذارم تو جیبم. دختر مایه داره، پدر مادرش خرپور بودن، تصادف مردن، همیشه رسته بی موبایل تو دست شدی؟ تو کافی شاپ همه میخه موبایلش بده. آقا من این کاره نیستم، نمیفهمی؟ آقا مگه من میگم این کاره ای؟ مگه من اصلا این کارم؟ تو من اینه گفتی همسایتون جنس شوره. خب کاری نداره دیگه، بعدم این ساقی خودش تلفنش رو جواب نمیده.
وگرنه نمیاد به من تو بگی که مردسه من اصلا با یارو سلام علیکم ندارم. مگه من میگم برو باش رو بوسی کن پولو بشنشون بده خودش میفهمه دیگه اسکول بازی چیه در میاری. بعدم این دختره الان حالش خیلی خرابه کارش استپ بیس. کجا بیس آقا جون؟ بیس هم نمیدونی چیه؟ کوکائین بیس. یعنی تا 2 ساعت دیگه بشنسه بعد ببرنش بیمارستان. از منم خودش هر کم بشه میفرستن دادسرا. اصلا پولش چی گناه داره بنده خدا؟ اه. کجا باید برم؟ شما همینو برو پایین فعلا من بهت میگم. دختره اینقدر حالش بد بود که نمیتونست رانندگی کنه. برای همین ماشینشو داده بود دست کابه. چند سال پیش که کلاس آواز میرفتم استادم میگفت که بخواد صدا تو باشه من داد بزنید. ماندانا جون من الان حرف نزن باشه؟ چقدر طولانی شد؟ خیلی راحت اونجا؟ اون دخترم بود شکوفه احتمالا برای چاپ بروشورای انجمن خیالیش هم این دختر پول داره رو تیغ میزد. شب سه دو با اینا بود دفعه توی کسی با تو بانه خلوت سرم های سنجر آوردم بیرون آوردیم داد نزد چون وسط ترافیک گیر افتاده بود. دست درد نکن. گرفتی؟ یا درمیدی؟ آه نمیخوای بری؟ را بیافتم؟ یه دقیقه وایسا خلاف سنگین آه آه برو بابا برو ما اینجا آبرو داریم به خدا. بچه شیر بره اینجا دماغشون رو نمیتونم بکشن بالا پایپ میذارن تو کیفشون. دم خونه بودم آه میتونستم باشون ننم که ای کاش دوباره سوار نمیشدم. ولی مسعود میخواست موتورشو برداره منم بدم نمیمد بعد از این چیزایی که دیدم یه بادی به مخم بخوره. قربون دست دایی برات زحمتی نیست ما رو جلو همون کافی شاپ بذار دیگه. نه تو رو خدا چایی دیگه مهمون باش والا بسه جنس 300 تومنی 500 تومن گرفته 2000 پول آژانس نمیده. حقش بود ازت نمیگرفم همه رو خرج نشکش میکردی. نش خودتی ها درست حرف بزن. ماندانا فرو نو تا 2 ساعت پیش نفسش هم نمیمده حالا چه زبونی با کرد والا من هم گشنت نی؟ تو چی شکو؟ اسم تو شکوه؟ شکوفه حالا هرچ اسم خود چیه؟ چون تو؟ من؟ سرور مسعود نه مسعود نمیتونست بی خیال ساندویج مجانی بشه. ماندنا هفته دیگه یه پارتی دعوتی کجا؟ پادگاه ای بابا یادمون نندازین دیگه اولمون گمرغشو یه همی ساندویچ میخوریم ما اسمشو نگه یه گود بای پارتی حسابی باید بگیری یا آره با 2 سال عمر شیرینه دار خدافزی کنم گود بای پارتی هم داره دیگه اینه یه قبله درس میخوندی میرفتی دانشگاه داشت میخوندی که دولتی جای ما نیست آزادم که پولش نداری میخوندی دلت خوشه و یه باحال میشد آخر میرفتن سربازی ها عالی میشد موقع من حاضر بودم تا آخر عمرم سرباز بشم. ای تو هم باید بری؟ من رفتم. تو رفتی؟ خرشان سبو معاف شده من رفتم. میگم یک کچل پارتی واسه شون هم بندازین چطوره؟ گرفتم این همسایه همسایه که زنساش مشتیه من که پایم موامه از ته میزنم فرماشات که بفوریه خفش زر نزن این کاره نیست تو شرط میبندم
شاید منی آقا پایه باشه اگه نزدی موبایل تو باید بدی به من خوب زبلی شاید منی دیگه خودت گفتی آقا شما اصلا میدونین مارک موبایل این خانم چیه؟ آره بابا میدونم این آنجلینا جولی هم اصلا اینا داره دیگه پس میدونی بلد اصلا موبایل نخواستی شمارش که میتونی بدی شمارش بدی چه زود پس اخاله میشه با شمار که افشت رو بده شمار این ها که بابا بزرگ مزده تو شمار من بده من به زنگ میزنم چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه شمار ملی تماشا هلو نه باشت اومده به تو شماره تو بده لودگی مسئول کار دست میدم شمار موبایل هم بهت میدم بده؟ فقط یه شرط دارم هر شرطی بگیرم هر شرطی هر شرطی دیگه شکوفه بیا غزر بیا شرطی چی؟ شما دور وایس کابه بیا شما عقب شر رو بکن غلام اون ادبیاتت هم نامرت هم رفی قاطی دختره دیگه نمیخوای بریم؟ میریم سب داشته باش نه خب حاضری؟ بابا بیخیال چین؟ به همین زودی جا زدی؟ جا زدی چین؟ چه شرطی آخه؟ همینه دیگه هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد طاووس؟ این بیشتر شبیه ببر بنگاله همونجا خب آقای همه فن حریف این همون خونه یکی که گفتم خونه دوستانه خیلی هم بعضشون خوبه ببین هیچ که تو این خونه زندگی نمیکنه فعلا همشون رفتن شما خوب که خوب مگه نگفتی هر شرطی رفتی تو این خونه شماره موبایلم بهت میدم شماره موبایل تو زندون به چه دردم میخوره زندون کدومه میگم هیچ که تو این خونه نیست لابد سر اون نیزه هم میخوام به سیخ بکشینم به مخندینا همون نرده یه گربه رو داره البته اگه جرعتشو داشته باشی حالا نمیشه یه کاری بی درد سرتر بکنی بگو میترسم دیگه میترسم من میترسم آقا من میترسم هله یعنی نمیری نه که نمیره اصلا کی با تو حرف زد خرمگس مرکه نه رو به جهنم من میخواستم حالی که داده بودین رو جبران کنم آقا بری یه دقیقه بارست ببین هرچی از این خونه برداری دست کم 7-8 میلیون پولشه آه چی میگی؟ ماندنم دست دیگه قد اصرار نکن کابه از همون اول با این بازی موافق نبود ولی اون 7-8 میلیون بد جوری گوشای مسعود مخملی کرده بود زده به سرت هرچی برداشتم مال خودم دیگه هرچی برداشتی مال خودت اگه هم خواسته میتونی تریپ فردین بازی در بیاری نصفش هم بدی به این رفیقت بنتل شمارتو بده یه میس من بزن نه اون که چیه رو کاغذ میدید موبایلم خراب زکی بیا چیکارش کنم؟ برو یه رو باش حال کن همچه قیافه هم ندارم بیا این هم دست تو باشه دیگه تو هم برو باش یه رو باش حال کن این چیه؟ مارکش سی دبلیو سی هم موازبش باشی از اون برای آب من این که کار نمی کنه که آره خب این میدونی چون افته چای مسترا مسترا عمومی یا خصوصی کدومش داری؟ نه مسترا که خصوصیه ولی توی گاراژ عمومیه ای چندشا Thank you.
بهیم ما بخنی دیدی رفقه چجوری رفت سرکا؟ سرکا چجوری؟ اوه کسی تو این خونه زندگی نمی کنه که همشون اسباب کشی کردن رفتن. اسباب کشی کردن؟ بله اسباب کشی کردن رفتن، خونه خالیه. زدم بچه، زدم رکورد، زدم رکورد خودم رو زدم، 1,850,000 زدم. گوشی تو بده یه زنگ بزنم. شارژ ندارم که. ای بابا تو که شارژ ده. گوشی تو بده قدر. کمک مامک نمیخواد؟ خیلی بامزه این. بده من. ببین تعارف نکنی، همه جا حسابی بگرد. هرچی خوردنی مردنی هم پیدگی هم مشمال خوده. آقا این بعد استاتوس شده. 1,000 تا لایک بگیر. بذار یکس بگیرم هم بذاریم کنارش. بگیم. شکو جان دوتایی بگیر دیگه. بیا هزن. خب این اکسار هم برات میفرستم داشته باشی. نمیخندی؟ آقا این رفیقت بد تمام کرده. یه این هست بابا. نمیخوای جواب بدی؟ نه. بابا جواب نمیده که. دوباره بگیر. ریجکت میکنه ابله. آقا یه دقیقه بزن من پایین هم چیکار میکنم. یه دقیقه. آقا کجا بریم؟ آقا ببینیم چه خبر دیگه. همینجوری بشینیم اینجا. الان نمیشه کارو کرد آقا، بشین. شما بگیر دوباره تلفن. کردم اگه مسعود گیر بیفته باید چیکار کنیم. بعد جوری دلم شور میزد. چی بود رفت خونه؟ از ما میپرسی؟ یه زنگ بهش بزن دوباره. نه نزن، شاید اصلا مسعودو نبینه. راست میگه، خدا اگه حرف زنه مرد صداشو بشنوه. یه بار از اول تعریف کن ببینم چی شده. بدبخت شدم رفت. شما هی زنگ نمیزدی منو نمیدید.
دقیقا جلوی در واسده بود. گیر افتاده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. کی اونجاست؟ خب شاید بیهوش شده، خون از سرش اومد. بابا خون خوبه، میگن خون خوبه اینجور وقتا ها. من دلا بچه یه دقیقه صبر کنی فکر کنی ببینیم چی کار باید بکنی. کجا؟ سر قبر بابا. یه دقیقه بکنه بزنم پیادشم بابا، خون خوبه. زنگ میزنیم 110. 110؟ آره از یه تلفن عمومی زنگ میزنیم 110، آدرس خونه رو بهشون میدیم. یارو حد مثلش گیج رفته بیهوش شده دیگه، اونا میرن تو خونه اگه ببینن خیلی حالش بده میبرنش بیمارستان. آره آره فکر بدی نیست. کی با پلیس حرف بزنه؟ من؟ نه خودم، خودم حرف میزنم. شوخی بیمزه کار من بود، ولی به خدا باور کن نمیدونستم قراره یکی اون وقت شب بره تو خونه. دل خوشی ازش نداشتم، ولی این تیکر خوب اومد. معلوم بود یه هوا معرفت تو وجودش هست. ببین من دوناتو پیشنهاد دادی، همه ما اون قبول کردیم، همه تقصیر نبا بنز کردن خود. فقط باید دنبال تلفن عمومی بگردیم. بچه ها تو رو خدا زود باشی در کاری میکنی. شده. موبایل نیست. یعنی چی؟ موبایل این دختره نیست. موبایل هم فکر کنم کجا گذاشتیش؟ کی گذاشتی تو جیبت؟ همون موقع که خوشمزگیتون گل کرده بود یه زنگ میزدی. چی شده؟ گم کرده موبایلو. گم کرده؟ موبایل هم تمرکز کنم کجا گذاشتی؟ نیست. بچه هم یه آژانس همین پشت من، خودم میرم. نه افتاده تو خونه دیگه. آقا فکر کن ببین چی کارش کردی. خب اگه افتاده باشه تو خونه که نمیتونیم زنگ بزنیم 110. 110؟ من میخواستیم زنگ بزنیم 110. بابا گفتیم زنگ میزنیم 110، مامورا بیان تو خونه یار طوری شده باشه میبرنش بیمارستان جایی. ببین خودمون میریم. چی میگی تو؟ بابا خودمون میریم تو خونه، هم از حال یارو باخبر میشیم هم موبایل برمیداریم دیگه. معلومه انو نشه یا اگه یه بار دیگه به من گفتی نشه، من گفتم بابا مسعود یه دقیقه باشی صدا ببین من چی دارم صدا تو میاد پایین. داش من نه شما رو دیدم نه با شما کار دارم. خودت تو غلطی میخوای بکنی. ببین ما هممون با هم بودیم، یه مشکلی پیش اومده، خب حالا با هم حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنیم. پیروز بیا بیا بریم دیگه واسطه. من این بچه ها رو نمیشناختم، اولین باری بود که میدیدمشون. چرا باید با اونا میموندم؟ چیکار کنیم؟ من میگم برگردیم جلوی خونه. میخوایی از رو دیوار بری؟ من میگم شاید به هوش اومده باشه. خب بهتر نیست اول در بزنم؟ آره خب ضرر که نداره. شکوفه است، گفتم سوار ماشین شدی یه اسمس بزن. وای چه خوب شد اون رفت، داشت سکته میکرد از ترس. وای یا خدا. سلام.
سلام، مشکلی پیش اومده؟ نه. منزلتون تو همین خیابونه؟ نه، من گوشیم آنتن نمیداد، به دوستم گفتم یه جا نگه تا من یه زنگ بزنم. بعد شما چه نسبتی داریم با هم؟ ایشون خانم من هستن، ایشون هم دوستش. شما یه لحظه از ماشین پیاده شو لطفا. خسته نباشید. شما خسته نباشید. مدرک شناسایی؟ بله ببخشید. شناسنامه رو بده. ببخشید. خواهش میکنم. راحت باشید. جالبه. شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه، ما همین امروز تو اقدام کردیم برای یه گذرنامه، بعد دیگه مونده تو کیف خانومم. عجب. بعد انشالله کجا تش میبریم به سلامتی جناب آقای نجم؟ بلن که هیچی دیگه، میگم حالا تا ببینیم چی پیش میاد. بفرم شما چی خانوم؟ ماشین مال خودتونه؟ بله. کارت ماشین گواهی نامه؟ سوارشید. بفرمین. شبتون بخیر. بریم؟ بله بله. بفرمین. ماندانه امشب میاد خونه تو؟ آره. که حالم خوب نیست، نمیخوام تنها باشم. نظر بکشه دیگه، برای امشبش بس. گفتم میخوام ترک کنم. کاوه جان، کم نکنه واقعا بلای سر یار اومده باشه. کاش حرف ماندانا رو گوش میدید. نه بابا، اگه اینجوری بود که الان هممون گوش کلانتری بودیم که. الان هم دیگه نمیشه کاری کرد. فقط باید دعا کنیم به هوش اومده باشه، حالش خوب باشه. دنبالمون بریم دم خونه سرگوشی ها بدیم ببینیم چه خیلی. باشه حتی. ببخش درد سر شد برات؟ نه نه بابا، خوب هرچی بشه برای جفتون میشه. بیا موازه بشه دارو باشه. غزل به بابات یه زنگ بزن. حالا بزن. هدف نمیدونستم اهل این حرف هم هستی. بابام بود وقتی ماشین برام خرید یک گوسفند کشت، گفت بلا رو از تو این ماشین دور کن. آشغالا رو دو شبه نذاشتم بیرون، الان خدا میدونه خونه چه بویی گرفته. وای ما ترسوندی ما رو. دو روز ازت بی خبریم، تلفن رو جواب نمیدی، نگران شدم. نگرانی نداره، مگه کاوه به تو نگفت الان خوبه؟ برو تو ماندنم. سلام، ببخش. شما ببخشید. من مشتاق هستم، پدر غزل. معرفی نمی کنی؟ ببخشید، حواسم نبود. دوستم ماندنم. شما خوبید؟ برو تو. میایین تو؟ اینجا یه خورده به هم ریخته است، بفرمایید. زحمت نکش، من نمیمونم، دیر وقت، ساعت از دو گذاشته. افسانه هم زنگ زد، بیدار تو هم برم.
اونم نگرانت بود. چرا نگران؟ هر جا هستم با کابم دیگه. ماندونه چرا بایستادی بشی؟ ما امروز رفتیم برای تعویض گذرنامه. غزل، تو قراره یکی دو ماه آینده خانواده تشکیل بدی. بهتر نیست یه خورده تمرین آشپزی خونه داری بکنی؟ بابا، ما تا 20 روز دیگه گذرنامه‌مون رو میگیریم. باشه، وقتی دیگه در موردش حرف میزنم. حتما دوستت هم خسته است. افسانه و بچه هم خیلی دلتنگت شده. فردا شب شام منتظرت. بکاوم بکن. بابا، به یه شرط میام. اینکه شناسنامه ما به هم بدی. من که دارم میرم پایین. زباله هرم بده ببر. میگفتی با بابات زیاد دعوت میشه. همیشه همینجوری دعوا میکنی؟ قضیه گذرنامه‌تون راسته؟ آره، فقط امیدوارم کاوه گیر ندن گذرنامه رو صادر کنن. یعنی واقعا میخواییم بریم؟ خب تو که هنوز شناسنامه آمریکایی‌ت از بابات نگرفت. بالاخره مجبور شناسنامه به هم بده دیگه. ببینم یه سوال، تو گفتی که بابات وقتی که تو یه سالت بوده با مامانت سر ماجرای ایران اومدنشون دعواشون میشه و تو رو برمیداره میاد ایران. خب مامانت اگه میخواست میتونست تو رو نگه داره. مگه تو اون موقع شیرخواره نبودی؟ وقتی رفتم آمریکا پیداش کردم از خودش میپرسم. بابا میگه هر دو دانشجو بودن. شاید از امالش خوب نبوده. یعنی از اون موقع تا حالا تو هیچ خبری ازش نداری؟ نه، بابا هیچ آدرسی بهش نداده. دو سه سال اول رابطه یه طرفه بوده، فقط بابام بهش زنگ میزده. بعدش هم که دیگه آدرسش رو عوض میکنه هیچ خبری ازش نداشته. اونم حقوق میخونده، شاید مثل بابام وکیلی چیزی شده باشه. قرصات هم بعد از این میخوره. ببینم تو واقعا فکر میکنی تو اون آمریکای با اون گندگی میتونی پیداش کنی؟ اسمش سکیورتی نمبرش تو شناسنامه هست. خوشگله نه؟ کی؟ مامانم. آره خوشگله. حالت رفتیم یه آپارتمان تو کوچه حسین نژاد دیدیم، پشت پارک. با مالک قرار گذاشتیم فردا صبح ساعت 10 بنگاه فرزادی. همش تو فکر اون بنده خدایی بودم که معلوم نبود چه بلایی سرش اومده. چوب شده بابا، از موبایل تو دارم به من زنگ میزنن.
میدونستم اگه بخوابم نمیتونم به موقع بیدار شم. به خیال خودم صبح اول وقت از خونه زدم بیرون. اما پلیس ها از من سرخیستر بودن. الو مسعود، الو چی میگی تو؟ بلندتر حرف بزن. حاضرم شرط ببندم مسعود وقتی خبرش اینو داشت تو اون سر بیخاصیتش دنبال یه قبرستونی میگشت که توش خودشو گم و گور کنه. بابا کری نمیشنوی؟ میگم زودتر باید بکشون خبر بدیم. یه تلفنی چیزی ازشون نداری؟ وقتی پای شماره تلفن یه دختر در میون باشه، تمام سلولای خاکستری مغز مسعود دست به دست هم میدن تا اون شماره از یادش نره. چند 200 چند؟ تلفنم به موقع بود چون فقط دو سه تا خیابون با خونه دوست ما در فاصله داشتن. سلام، چی کار فرستید؟ نمیام. نمیام؟ غلط کرده که نمیاد. پای اون بیشتر از همه اینا. تو حواست درنندگیت باشه، بگی شمارهشون. تفلیا رنگشون پریده بود. خودم دست کمی از اونا نداشتم وقتی کاوه بهم گفت از تلفن ماندانا با غزل تماس گرفتن. چرا تلفن زنگ زدن جوابشون رو ندادین؟ اینجوری بیشتر شک میکنم. بعدین چی بگیم؟ گفتم شنونم موبایل ما رو دیشب دزدیدن. فکر بدی هم نیستا. الو سلام علیکم، ببخشید من میتونم با آقا مسعود صحبت کنم؟ بله. آقا یه رو به پیش از خونه زدی بیرون. مسعود عمرم بزن. ببین کاوه پیروز حرف خوبی میزنه، میگه الان موبایل حتما دست ماموراست. خب ما به مامورا میگیم موبایل ماندانا دیشب ازش دزدیدن. خب بعد وقتی که نمیدونه با موبایلش چیکار کردن و کجا رفتن دیگه. نه 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 بچه رو بود جاوش میگه چی میگه دیگه بدره. هر کی داره یه چیزی میگه. بذار حرف اونو یکی کنیم بعد. راست میگه. یه داستانی سر هم کرد. دیروز وقتی ماندانا و غزل کاوه از کافی شاپ بیرون میان، یه موتوری کوله ماندانا رو میزنه و فرار میکنه. اگرم لازم شد کسی شهادت بده، من اونجا بودم. صحنه رو دیدم. ببین گوشی رو دزدیدی نوش جونه. اون موبایل خودش 7-8 میلیون میارزه. تو کیفم هرچی برداشته واسه خوده. تو فقط سیم کارت به ما پس بده. خانم مشتا. بله. چرا تلفن رو جواب نمیده خانم؟ اسم من از کجا میداره؟ خب از تو. الو الو بله. عرض کردم چرا تلفنتون به شما هیچ ربطی نداره. سیم کارتو میده یا بسوزونیمش. دوستم کلی شما رو تو سیف کرده، لازمشون داره. اصلا بهتر نیست من با شوهرتون صحبت کنم؟ بله شوهرتون. آقای نه این طوری که صدا میپیچه انگار رو آیفون گذاشته بودم داره میشنوه. آقای نه آقای نه. بله سلام. آقای بفرمایید. نشناختیم دیشب روبروی پلاک 18 آ. جالبه شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما امروز صبح اقدام کردیم برای یک گذرنامه. شما به ما چی میسیم؟ به اسم های ما گذاشته مزاهم گشتاپو آره شناختیم. بله بله سر این بعد بخواه جنان یه بچه ناکارش کردیم. بخش من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. خوبم میفهم. ببینم اصلا خودتون نپرسیدین این موبایل دست من دوستم چی کار میکنه. دوستتون؟ بله هم کارم همون که کارت شناسایی شما رو گره. من اون موتور نشسته بودم. بعد کجا انشالله به سلامتی جناب آقای نجم؟ همون دیشا
دیشب به شما شک کرده بودیم، ولی راستش فکر نمی‌کردیم قضیه اینقدر جدی باشه. گفتیم نهایت قضیه منکراتیه. مأموره برای کاوه تعریف کرد وقتی بچه‌ها از خونه فاصله می‌گیرن، اونا از تو حیات صدای ناله می‌شنون. وقتی میرن تو خونه کارگره رو پیدا میکنن که کنار دوچرخش افتاده بوده. تو فاصله که مأمور دیگه پلیس و آمبولانس رو خبر میکنه، اونم تو خونه موبایل ماندانا رو پیدا میکنه و متوجه میشه آخرین بار یک ساعت پیش از تلفن غزل با این موبایل تماس گرفته شده. وقتی عکس زن تو رو صفحه موبایل به دوستم نشون دادم، فهمیدم بعد جوری تو درد سر افتادم. چون یارو تو راه بیمارستان تموم کرد. اگه نیم ساعت زودتر رسیده بودیم بالا سرش زنده میمونه. آینه متوجه این؟ آقا میگم موبایل از ما دزدیدن. من فرندیاتو برای احمد زرم کن. نمیخوام بدونم تو اون خونه چی کار کردی. نمیخوام بدونم برای چون بدبخت بود. ببین خونه تا فردا زود دست مامورای آگاهی. یعنی این که من تا فردا زود وقت دارم موبایلو برگردونم تو خونه. میفهمی یعنی چی؟ نه. یعنی این که شما تا فردا صبح وقت دارین. 100 میلیون تومان برسونین دست من. منم بی خیال همه چیز میشم. موبایلم بهتون پس میدم. نگین نداری. تو صاحب این موبایل 7-8 میلیونی یه ماشین سواره که بیشتر 200 میلیون میارزه. دو دقیقه وقت بذار فکر کنم. آقا این ما ستا رو با هم دیده تو ماشین، فکر کرده ما یارو رو کشتیم. خب خواهر موبایل رو برم بدن به مامورا، برم بدن بعد میان سراغ ما. ما هم این داستان رو براشون تعریف میکنیم. آخه قرار نیست که به خاطر یه شوخی محکوم بشیم که. بقیهش هم پای مسعوده. مرد حسابی که نامردیه. نامردیه؟ این حقیقته. یه نفر رو کشته بعد وایسته باشه، بقیه هم هرکی به سهم خودش. تو هم جای مسعود بودی همینجوری سهم رو تقسیم کردی؟ من جای مسعود نیستم. من که از دیوار مردم نمیرم بالا که. اون رفیقت بود تا چشمش به پول افتاد دیوار راست رفت بالا. بابا یه نفر مرده. اگه بیان دنبالم پای هممون بگیر. ببین خوب گوش بده ببین چی میگم. اون موبایلی که الان تو دستای تو مال من و موت آدم. من آدم کشتم. به مواد احتیاج داشتم. جنس میخواستم. اون آدمه به بهونه اینکه میخواد با من جنس بفروشه منو برد تو اون خونه. برای شهر میگم برای شهر. هر کاری دلت میخواد برو بکن. گوش کن آقا جون، این خانم حالش خوب نیست، اصلا نمیفهمی چی داره میگه. تو دیگه کی هستی؟ من دوستشم. یکی آدم کش 100 نفر دور خود جمع کرده. آقا تو پول میخوای ما پولتو میدیم دیگه. من تو رو نمیشناسم. گوشی بده به همون نجم. گوشی بده همون نجم. خود تو پاید. بله بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردیم. پولو میدین موبایلو پس میگیرین. آره یا نه؟ باش. همیشه نمیشه از ظاهر آدم و قضاوت کرد. مردایی که کلی ادعای مردونگی دارن حاضر نبودن اینطوری همه تقصیر رو گردن بگیرن. اما این دختر ماندانا
غذر اون قرصه رو سیبت بخوری یادت نره. بچه ها کجا رفتن؟ باورم همین نمایش کنیم بقل پومی مزیم بزنم باش رفت که یه زن موجه در باشه مثلا. برم یه جای خودم رو گم و گور کنم. تا دیشب به زندگی خودم گند زدم. از دیشب مردم نیست به زندگی چند نفر دیگه. من چی به زندگی خود گند زدیم؟ فضول بردن جهنم. میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت پیروزه سرم کنی. چه داستانی؟ همین که برای این یارو مأمور تعریف کردی که اون یارو رو تو کشتی. خودشی تعریف میکردی قیافت یه جوری شده بود انگار واقعا اون کارو کردی. فکر نمیکنم اونقدر نشونه گیریم خوب باشه که صاف بزنم تو هدف. چی میفهم پول لازمی میزنن تو سر مال دیگه. این بونگا یه آشنا نیست. بونگا نیست، دلاله. دلالم آشنا غیر آشنا نداره دیگه. اصلا مگه ما الان میتونیم ماشین به غیر آشنا بفروشیم؟ آقا اونی که من دیدم 1000 تومن رشوه میگیره. قبول میکنه 80 تومن قبول میکنه. تازه پول گوشی هم راست میگه. چی راست میگه آقا؟ گوشی مدرک مگه ما میتونیم بزنیم پیش اونا بمونه؟ بابا راست میگه. اصلا این به 80 میلیون هم راضی میشه. باور کنم کمترش هم راضی میشه. سرش هم زیاد. اصلا اومده اون پولو گرفت دیگه زد زیر همه چی. مگه میتونه بزنه زیرش؟ پولو بگیره گوشی رو نده. این هم عیارو نشون میده ما میریم لو میدیمش. مانانا کارت شناسی تمراته؟ آره. کارت ماشینم که اینجا سند کجاست؟ سند؟ سند ماشینت دیگه. وقتی کارت ماشین به اسمته یعنی سندم باید باشه دیگه. از سند ندارم. یعنی چی ندارم؟ یعنی دارم ولی دستم نیست. کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم ماندانا؟ آقا برو به این بونگایی رفیقت بگو این بدون سند میتونه ماشینه برای اون آب تابه. آقا اونجوری نصف قیمت هم نمیخرن دیگه. آره دستمال بده. سکنش دستمال بده. بیا خوبی؟ چرا حالش خیلی خرم. آقا انگر بیارم کنم بگونم سند کجاست. کجاست؟ خونم. خونه چون؟ همون خونه که توش به دنیا آمد. یک سال پاشو تو این خونه نذاشه از وقتی مامان باباش فوت کردن. بابا سخت خدایشم.
چرا اومد؟ نمیتونم. میخوای با هم بریم تو؟ نمیتونم پاهم بذارم توی خون. چیزی چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو برو. کجا؟ تو خونه دیگه. من؟ اینقدر سنگ دوستتو به سینه میزنی نمیخوای بهش کمک کنی؟ خب من خونه شما چی کار؟ من اصلا نمیدونم سند کجاست که. تو برو، من تلفنی بهت میگم کجاست. قربونت دیگه، هرچی خونه مردم رفتیم بس. ببینم نکنه دوست داری رفیقت بیفته زندان. چرا کاوه نره؟ برای اینکه تو عادت داری سرک میکشی تو زندگی مردم. خب حالا چی کار کنم؟ برو پشت ساختمون. دره کجاست؟ اون پشت قفله. بابا دیدی که یک کلید بیشتر نداشتم. بقیه دره اینجا همه قفله. باید بری از دره استخر بریم. پیروز، من الان پشت ساختمونم. یه ماشینم اون تو پارکه. آره درست، همین راه برو جلو. یه دره با یه راه پله. چیکار کنم؟ از این در باید. پیروز نه ترسون، سگو به زنجیر بستن، کاری به کارت نداره. پیروز چیزی نیست. چی میگی تو؟ میگم بزن رو اسپیکر تلفنو. برو نزدیکم. بشین. کی بابا من؟ یه وای سگه. آس بشین. آروم باش پسر. آب باری کلا پسر خوب. آروم باش. ببین این رفیقمه. کاری به کارش نداشته باش. دلم برای تنگ شده بزن. حالا برگرد برو بشین سر جا. آفرین. ای تو نگفتی یه سال هیچ که توی خونه زندگی نمی کنه؟ دایین برای اینکه دوز نید این سگ و بسته اینجا. چرا من نگفتی اینجاست؟ پیروز اگه میگفتم میرفتی؟ بابا این که اینجا سر راه خوابیده. اون سگ دیگه کاری به تو نداره. یعنی مرد آزارترین دختر جهانی. از کنار استخر مستقیم برو. رفتی؟ آره بابا دارم میرم. انتهای زیرزمین یه دره. دیدم. یه راه پله است. از اون راه پله هم برو بالا. وسط را پله چی میبینی؟ دو تا پنجره. و پنجره بعدی کلید باشه. آنجاست. با
برو جلوتر. اومدی؟ بیا تو، بیا ببین میتونی پیداش کنی؟ کثافت افتاد، حواست باشه پاتو نذاری روش بشکنیش. درست مال چشم راستم هم بود، اگه پیداش نکنم اصلا نمیتونم ببینم. از پارکینگ اومدی انتر؟ لابد به یاد گذشته ها. آره زده. تو کی هستی؟ داری منو میترسونی؟ منم ترسیده بودم. کجایی؟ برو جلوتر پیروز. خب خوب صدا بشنو. خب خوب بدونه که چرا دیگه حاضر نیستم ریخته شده. مادر، مادر؟ من دختر تو نیستم. مادر، مادر، همه چیزم ازم گرفتی. باز شروع نکن، خودت هم بهتر میدونی که من دلم نمیخواست با اون سفر جهنمی برم. جهنم اصلی تویی، تویی که با کثافت کاریات نزدیک بابام سرشو بالا بگیره، تویی که با کثافت کاریات گند زدی به زندگی من و بابام. بابام اون سفر رو رفت برای اینکه تو رو بکشه، الان هم تو برام هم مردی. کاش مرده بودم. منم چشمو دارم زندگی کردن توی این تاریکی تقاس کمیه. تقاس در مقابل چی؟ کشتن بابام یا ناموز من؟ چی؟ مثل اینکه یادت رفته. اگه یادت رفته خوب گوش بده، چون دوباره میخوام بهت یادآوری کنم. اون تو بودی که این راه مخفی رو نشون دادی، به اون رفیقای کثافت تو راه مخفی رو نشون دادی، راهی که میرسید به اون اتاقی که همیشه درش قفل بود مگر زمانی که من خواب بودم و تو منتظر. آره، خب خوب یادت بده. یکی از همون شبایی که معلوم نبود تو کدوم کثافت خونه ای حرف میزدی، یکی از دوستات اومد خونه. خیلی تعجب نکرد وقتی دید نیستی، چون وقتی مادر نیست دختر که هست. تو اون راهو نشونش دادی مادر، تو اون راهو نشونش. کجاست؟ گفتم کجاست؟ هر جا باشه از اینجا بهتره. ببخشید این وقت صبح مزاحمت شدم، باید میدیدم. خواهش میکنم تشریف میاریم بالا؟ آره اگه زحمتی نیست.
چیزی شده؟ دیشب وقتی چند بار زنگ زدم به غزل رو جواب ما نداد، رفتم خونش، تصمیم گرفتم بمونم تا بیاد. فرصت خوبی بود برای فکر کردن، فکر کردن به رابطه پدر و دختری که روز به روز داره سرتر میشه. خب شما که خودتون بهتر میدونین چرا. مثل که شما تصمیمتون برای رفتن جدی ها؟ بله آقای مشتاق. پس به اینا احتیاج داریم. که من کم کم داشت باورم میشد شناسنامه غزل بیشه مادرش مونده. خب اگه غزل بدونه چرا خودتون بهش نمیگید؟ آقای مشتاق من فکر میکنم یه قضیه در مورد مادر غزل وجود داره که شما به من نمیگین. غزل اصلا مادر نداره. نداره؟ داستانش کوتاهه. من وقتی پام رسید به امریکا بیشتر از 3 ماه بهم ویزا ندادن. مطمئن ترین راه برای گرفتن گرین کارت ازدواج با زن امریکایی بود. زنهای اونجا هستن که با گرفتن پول تا زمانی که اقامت درست بشه با مهاجرین ازدواج میکنن. من با زنی ازدواج کردم که 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون حامله شد. من مخالف سخت بودم و اینطور شد که غزل به دنیا آمد. به خاطر غزل حاضر بودم بقیه عمرم رو با اون زن زندگی بکنم، ولی قبول نکرد. طلاق گرفت و رفت سراغ مشتری دیگه. آخرین خبری که ازش دارم مربوط به 5 سال پیشه که توی بیمارستان توی شهر کوچک ایالت کانزاس بر اثر سرطان ریه مرد. این بود داستان به دنیا آمدن غزل. اونقدر کوتاه که تو فاصله اومدن تا دم در میشه برای نفر تعریفش کرد. بر من 20 ساله که نتونستم اون قصه رو برای دخترم بگم. یعنی ترجیح دادم یه داستان دیگه براش تعریف کنم. میدونی چرا؟ چون خیلی سخته. دلیل به دنیا آمدن آدم ویزای اقامت پدر و نیاز مالی مادر باشه. یه عکس هست، یه عکس از مادرشون. چی؟ اون عکسش چی نیست جز عکس دوتا دانشجو که توی پارتی شرکت کردن و کنار همیش دادن و تو بغل یکیشون یه بچه چند ماهی بی مادره. همین. من دیگه نمیتونستم این شناسنامه رو پیش خودم نگه دارم. از اینجا بعدش به عهده خودت. ولی اگر خواستی حقیقت رو بهش بگی بذار وقتی رسیدید امریکا بگو. خب چرا؟ چون برای شما سخته؟ شاید. شایدم به خاطر اینکه وقتی با راه و رسم زندگی اونجا آشنا بشه راحت تر بتونه با حقیقت کنار بیاد. بهم گفت بود اگر شناسنامه رو بهش بدم امشب میاد خونه. فقط تا مدتی که ایران هستید دارم میخواد بیشتر ببینمش. آقای مشتاق یه لحظه. احتیاجی به این نیست. لازم نیست به غزل بگی. فرض کن به خودت قرض دادم، هر وقت داشتی بهم پس بده میتونی باهاش دلار بخری. آقای مشتاق
چی شد؟ به من باشه، من یک قرون به اینا پول نمیدم دیگه. اول میام سراغ ماندانا، بعدم بقیه. ماندانا با این احتیاطش چه بلایی سرش میاد کاوه؟ مسیح چی جرمش قتل میدونی یعنی چی؟ اصلا اونا هیچی، برنامه سفر خودمون چی میشه؟ این همه سال منتظر بودم مامانم رو ببینم، این دیگه چه بلایی بود سرمون؟ بیا بیا اومد. چیزی نیست. چی شده؟ کلافم کرده، میخواد بگه شب بیا خونه. خب برو دیگه، اول باید شناسنامه ما بده. میگم شاید بنده خدا داره راست میگه، شاید شناسنامه بوده دست مادرت. یعنی میگم اگه مسئله رفتنه که ما هزار جور دیگه هم میتونیم اقدام کنیم دیگه. حالا حتما لازم نیست شناسنامه داشته باشی. کاف اول اینکه با اون شناسنامه میتونیم راحت‌تر بریم. دوم من فقط با اون شناسنامه میتونم مامانم پیدا کنم. تو رو نمیدونم ولی من مامانم تنها دلیل رفتنم. بابا مامور است. بله. دوزان موزا که رو برای رفیق جان. الو. الو. آقا من که رفیق شما که نیستم. که چی؟ ما 80 تومن بیشتر نمیتونیم. نشد. داری بازی در میاریم. بازی چی در میاریم؟ از صبح تا همین الان هرچی بونگا بوده رفتیم. خب وقتی میفهمم برای پول اجاره داریم مفخری میکنم. یه خورده خودت مایه بزن. ما تا فردا فقط همین پولو میتونیم بدیم، همین پول ماشه. کلکه نیست. چیکار کنم؟ آدرس بونگا رو بدم بری بپرسی؟ کجا بیایم؟ بعد کجا بهت بدیم پولو؟ فردا بهت میگم. الو آقا. الو. ببین موبایل چی میشه؟ موبایل ندی از پول خبری نیست. تو داشت نکنه فکر کردی این تویی که باید چرت بذاری. دوباره بهت چی میگه؟ هیچ. خود خیالش راحت چه پولیش رو میگیره. بیا از نه اولش کن. بزن این پیش من باشه که تو گوشه منو ببر. واسه چی؟ با این مردک شده تا صبح خود ده بار دیگه زنگ بزنه دیگه. من شما رو میرسونم بعد میرم دم کارواش باشه. ده بار. الو؟ الو؟ ببین شیم من بزنم که اشتباه گرفتم. آقای مشتاق من کاوه هم، ببخشید گوشه غزل پیش من. آه کاوه؟ بله. خب داریم این اینجا دیگه. افسانه میگه شام سرد شد و نه غزل خونه است. خوشش میشه منه جانم. خونه است؟ مگه قرار نبود شام بیاین اینجا؟ ببینم یعنی نتونستی راضیش کنی بیاد؟ ببینیم من میخواستم خودم باهاتون تماس بگیرم جناب مشتاق. واقعیتش قطع میزدم. اجازه بدین؟ فکر کردم تو این لطف من میکنی. من نمیتونم کمک. خوشحالم که تو هم فهمیدی چقدر سخته. بله. خوبه که تو این راز شریک شدی با من، لطف بزرگ. خواهش. مواظب خودتو غزل باش بزنم. من خدا حافظ. دو نفر از طرف برادر شما آمده بود اینجا، کلید خونه رو هم داشتن. هرچی گفتن اقلا بذارن دو تا پتو باشه، شاید میاد سرشو کجا بذاره، گوش نکردن. با من خندیدن. ببرو تو ماشین بخوابه. نگفتن وسایل رو کجا میبرن؟ نه چیزی نگفتن. خدا رحمت کنه مادرته. این خدا بیامرز اگه زنده بود برادر شما که از این کارا نمیکرد. بطور سالمه؟ بله. برای چی؟ بگیر. برای چی؟ بگیر.
ده 11 صبح حواست به گوشیت باشه. زنگ میزنم میخوام بفرستم یه جای کاری برام بکنم. چش. کجا؟ میگم صبح. باشه. کاوه غزل، یه یارو زنگ زد میخواست با تو حرف بزنه از طرف داداشت. گفتم خانومشم، موبایلش دست منه. بیشور اگهش گفت بهش بگو یه هفته وقت داره خونه رو خالی کنه و گروهشو گم کنه بره. بعدش هم یه وسایل شخصیشو تعویض بگیره. کاوه چی شده؟ چی بابا، اومدن خونه رو خالی کردن. پس بالاخره به سهمم ارث زورکیش رسید. ماشینو گذاشته تو پارکینگ، گفته اینم از سهم خونت. به نظرم دوباره ازش شکایت کن. مگه نگفتی وصیت نامه رو جعل کرده؟ اونو ولش کن، این لپتاپم، کامپیوترم، همه زندگیمو برداشته برده، کار مردم رو بعد تحویل میدارم به خودم. بس به خیالش جو. اصلا ما که داریم میریم جهنم. فکر کنم همینا رو نداشتی. زودتر از اینجا کنده میشی. ما که رفتیم مامانم کمکمون میکنه، یه زندگی خوب راه میندازه. کاوه مامان دانه حرف نزدی؟ چرا؟ گفت میخواد تنها باشه رفت خونش. حالا که میدونم چه اتفاقی برش افتاده بهتر درکش میکنم. حواشو داشته باشه. اتفاقا پیروزم زنگ زد حال مامان دانه رو ازم پرسید. غلط نکنم یه جورای گلوش گیر کرده. اون موقع که داشتم میومدم خونه به سرم زد باهاش صحبت کنم و همه چیزو بهش بگم. بهش بگم نگران اتفاقی که تو خونه دوستت افتاده نباش. تو زندگیت بنزه کافی نگرانی داشتی، این یکی رو فراموش کن. نمیتونستم از فکر ماندنم و اتفاقی که براش افتاده بیرون بیام. اگر هیچی نمیدونستم، اگه وارد خونهشون نشده بودم، اگر خودم اون راهو نرفته بودم، شاید اصلا باور نمیکردم همچین اتفاقی برای ماندنم افتاده. یا اگرم باور میکردم، اینقدر از این کاری که داشتم میکردم دچار عذاب وجدان نمیشدم. شریک دوز، رفیق قافله، چطوری؟ نگینا شما این فکرم اصله با بده ببینم سه چی تو جونوره عجیب غریبی هستی باله آه تو خونه چی شد؟ من با یارو دعوا نکردی؟ من خره اصلا یارو منو ندید. این مردر دیدم نزده و شلوارم سنگین بشه. داشت حالا اونا هیچی، تو چرا خبرم نکردی؟ بارو با مرسو اینم به زنگ زدیم جواب نمیده. حالی ولش کن،
ببینم تو خونه چی شد. هیچی دیگه، دیدم خونه خالی، حالم گرفته شد، رفتم طبقه بالا ببینم چه خبره. یه دفعه صدا شنیدم، اومدم در پلا پایین رو دیدم، دیدم یه لندهور واسه خوش همینطوری اومد زیر پلا. ترسیده بودم، خوشکم زده بود، نفهمیدم کجا رفته که. از سرسه که راه انداخت فهمیدم رفته دستشویی. منم دیدم بهترین فرصت، از سالن زدم بیرون رفتم تو حیاط. تو حیاطم که دوچرخه‌شو دیدم فهمیدم خودتون شما دیدین دیگه اومده تو. اینجا بود که یه فکر به کیا کله داشت زم عجبشم فهم یه پیرم فهمی راحتی. آخ آخ زد چه حالی ازش میگه حالی بود خواستن زنی بزن از 110. میگم زنی نزنم به 110. نه دیگه، من نه دیگه وقت گفتم موبایل جا گذاشتم بیخیالش شدن دیگه، حواسم بود. آقا اصلا یه اون ننه تو خونه، من این دختر ماندانه کلید گردون گفت بریم تو خونه ها. نمیرن اینا، جورتشو ندارن. کجا؟ جور خونه، میخوام ببینم اینا پیداشو میشن. آقا یه زنی بهشون بزن اصلا زایه است. به کی؟ فهمی یار دختره دیگه، زن کاوه است. شماره اون به تو زنی میزدن، شمارش افتاده. نمیخواد بابا بیا. بی خیال بابا، من اصلا بدجوری ترسیده بودم. بذاری خودو بترسن، من اون تو نترسیده بودم. بیا. ترسیده بودن و مأمور بدجوری گیر داده بود. آقا یه فکری، بیا زنگ بزنیم به اینا، این ما روح این یاریم که تو این خونه زدیم کشتین و ما ازتون انتقام بگیریم. این لوس بازی ها درنیم اسکول بشون کنیم، بعدم دیگه بیام برسونم دم کافی شاپ، دیگه نصف شای ماشین گیرم نمیاد اینجا. عمرن اگه موبایل بهشون برگردم یعنی چه؟ خب راستش که بالاخره بهشون بگیم. نه ولی چی بگم، اصلا معلوم نیست. هم دیگه رو ببینیم این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون مرد حساب. اینا امشب تا اینجا اومدن، فرداشم تا اینجا میارن، میگن تعطیل قضیه رو در میارن، آبرو حیثیتون میره بابا. میگم چیکار میخوام بکنم؟ فوقش میبینن یارو سالمه، میفهم بازیشون دیگه. چیکار میتونم بکنم؟ خونمون که نمیدونم کجاست. شماره تلفنم کم. آخ صاف. موبایلم از دخترمون. یک درصد اگه بره تو فرمو که شما تلفن باباتو پیدا کنه زنگ بزنه بهش، بیچاره این. حسام زودتر بگو خوشا شدی؟ ای بخوا حل دیگه. نه ولی آقا اصلا گیری اینا نیومدن تا اینجا، ولی نه همش بیچاره باید تو حول وله این باشن که تو این خونه چه اتفاقی افتاده و اینا. آقا این نامردیه، تو نمیخواد سنگ اونا رو به سینه بزن، به فکر این باش تو موتور و چپ پیاده بره. سر وضع تو مال آقا نگیره، من همون شانس آوردم. اینم برای همیشه میفرستیمش. باورم شیش تومنم که آبش کنیم با سه تومن چه کارا که نمیشه کرد. تو با سه تومن میخوای چیکار کنی؟ حروم با آقا یه قرونش هم نمیخواد. آقا حلال حروم هم حال سرش میشه. بکر اینا خودشون چجوری کیسه هاشون رو پر میکنم؟ یه نگاه به دور بردن دو؟ به خدا اگر گشتگی اینجا سقط چی کسی توف هم رو دمیده. حالا کی به فکر من و توه؟ بابام که بابام این 45 شهر کنی یارانه رو بری نمیده، میگه همون اونه که کار قضا بیشتر 45 شهر میشه. خب بلاخره چی شد؟ فرد بگیم رو زنگ میزنی گوشی رو بهشون پس میدی، این موبایل اصلا به شکل تو نمیخوره، هر جا دست ببینم میفهمن دوزی بدبخت میشه. فهمیدی؟ تو قصه شما فهمچین آبش کنم آب از آب تکون نخور. سمت هم میارم دو دستی بهت میدم. سمت هم میارم دو دستی بهت میدم، خیالت راحت. ما اصلا نمیفهمیم چی میگم. نه
اصلا هر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط من شریک خود نکنم. اون نفرش 3-4 میلیون پوله ما. چه می نفرش 3-4 میلیون پوله مثلا بدم 1000 دستگاه ریو. خدا حافظ. اصلا تو راست میگی، من دیشب خیلی فکر کردم، موبایل نمیشه آبش کرد. من 3-4 میلیون دردی هم منو تو دفعه نمیکنه که مرد حسابی. نمیتون گم 3-4 میلیون به درد نمیخوری که بری برای ماشین یارو بدبخ نقشه بکشی. تو مایی نگفتی مادرت این خونه رو دوست داره؟ آقا موضوع من و مادرم به خودم مربوطه. پیروز گرفتن پول از اونا مثل کندن مایه خرس، اصلا حالشون هم نمیشه. دختری برای شما تلفن داماد حرف میزنه، شما تلفن دوست پسراش که تو این سیف کرده حاضر این پول بده. به خدا چیکار به اون دارم؟ چه کاری ندارم؟ تو از اینو بعدت میاد چون تو پول دارن میمکنه بلای سرشون بیاره حقش نه آقای نیست. چرت میگی؟ چون باید بلا سر کسی بیاره. میفهم نمیکنم دو سال اونم تو سربازی هدر بشه. نمیفهم اینا رو که من تو مادرتو از اینجا میخوای کجا ببری؟ گیر دادی ها؟ من دارم میگم این پول میتونه زندگی هر دو تامون رو زیر رو کنه. برای اونا چی؟ یه ماشین انداختن زیر پاشون که دو روز دیگه دلشون رو میزنه، یا توی جردن انقدر باهاش بالا پایین میکنن میزنن به در دیوار که 2000 هم نمیارزه. اون منطقی حرف میزنیم دیگه. الان شانس در خونمون زده که الان کار کردیم کردیم نکردیم میچیدم اونجا حد اسمون رفته. چون هم با لباس تو بوش دیر میشه. این صبح شد جونم آقا برو بیا من چطور کار برو باش دمت کرد. فهمیدی چی میگی دیگه؟ شب خوابت نبوده نگران بودی، صبح زود خونه زدی بیرون، رفتی جلوی در خونه سر گوش آب بدی دو تا ماشین پلیسی بگو در خونه هم باز. خیلی خب ساعت برو گفتی بچه هم باش راحت بیا بگو مسئول هم از ترس خودش گم گم کرده اصلا معلوم نیست کجاست. گرفتی دیگه؟ خانم مشتاق چرا تلفنتون رو جواب نمیدین خانم؟ بله عرض کردم چرا تلفنتون رو جواب نمیدین؟ به شما هیچ ربطی نداره، سیم کارتو میده یا بسوزونیمش. دوستم کل شما رو توسعه کرده. شما بهتر نیست اصلا گوشی رو بدیم من با شوهرتون صحبت کنم با آقای نج؟ چی شده باز بکری؟ خوب خود قبول داری کارمون شبیه دوزی؟ بابا تموم شد دیگه، فردا پولو میگیریم خلاص. چه خبر؟ بیشتر وقتا در چه حالی هم؟ من نیستم. چی؟ من پول رو نمیخوام، تو هم بیخیال شد. چی میگی تو از اون میگی؟ حالیت نی؟ فردا های موقع پول تو دست نمونه، نصف نیست. یه نفر پیدا کردم کارت پای خدمت اسب بهم میده. اسب با بقیه سم هم میرم یه زیر پله اجاره میکنم از این سرگردونی در میام. میفهمی اینا رو؟ اینا یعنی زندگی، برو صفا کن. صفا؟ این زندگیه؟ این دزدیه. واسم خواه چیکار کنی؟ واسه یه درس حسابی به 4 تا بچه پولدار علی بیغم بدیم دیگه. دادیم. تازه اون الان باید بفهمه اسکلشون کنیم داریم بهشون میخندیم. ندونن که اصلا فایده ای نداره. اینجا
تو باز کن، هر غلطی میخوای بکنی بکن، ولی وای به حالت بخوای نقش منو خراب کنی. پوست کلت رو میکنم. پیروز باید شوخی ندارم. بابا یار شدی تو، اصلا مشکل چیه؟ من از اولش ما این کارو حال نمی‌کردم. خیلی خوب، فردا صبح باشون قرار گذاشتی دیگه ها؟ با تو هم ساعت چند؟ ده. کجا؟ جلو کار باشه. خیلی خوب، تو اصلا نمیخواد بری سر قرار. کاوان فهم کنه تو هم مثل من ترسیدی، خودتو کنار کشیدی. قبول؟ درست؟ بقیه شما من پولو میگیرم میام سهمت هم تحویل میدم جلوی در خونت. ها؟ باش. تنها کاری که باید بکنی اینه که بشینی تو خونه تا وقت من نگفتم بیرون نیا. این کارو که میتونی بکنی. بقیه شما. کاری که من باید میکردم این بود که موتور گیر بیارم. نمیدونستم آخرش چی میشه، اما میدونستم کاری که دارم میکنم درسته. مسعود نشونی یه پل توی یکی از بریای جاده برامه به کاوه داده. باید پولو میذاشت توی چاله و برای برداشتن موبایل با آدرسی که روی کاغذ نوشته بود میرفت. مسعود تهدید کرده بود که با همکار خیالیش در ارتباط و اگه پول توی چاله نباشه کاوهم نمیتونه موبایلتون آدرس پیدا کنه. مسعود میخواست اینطوری مطمئن بشه کاوه به اندازه کافی از پول فاصله میگیره تا اون بتونه پولو برداره. اما مسعود فکر اینجاشو نکرده بود. الو هیدر، برو به این آدرسی که بهت میگم. به به آقا پیروز، جلو نایو جرام حلال حروم برات مهمه، الو کم و زیادش برات. جلو نایو کسا عشقا دوزده افتادم به جونم. آخر معرفتی شما پیروز. شانس تو باید این کار کرد به خودم همه شون درستم تیغش جا نره، ولی من خیالم راحت.
آقا رفت که ما بمیریم یکی واسه ما گریه میکنه. چون بابا خدا رفت آقا رفت سر کار. آقا این عشق بابای منم بده. هدیه بهترین بابای دنیا، بی خطرترین چاقوی دنیا بود. یه زنگ بزنم به هیدر ببینم این آقا لاباشه. باشه باشه. اما دیگه هیچ کس ردی از هیدر پیدا نکرد. انگاری اونم با موبایل دود شد و رفت. هوا یه ما هم نریم میگم نه بی خود میگیم اون یه حد سرشه میگم من مردم میگیم از هم جدا شدیم هیچ قول و قراری با هم نذاشتیم. همه چیز به حالت قبل برگشت. باید اعتراف کنم تو مدتی حال و حوصله چت اومد نداشتم. فکرم پیش ماندانا بود. ما هم یه مهلت 6 ماه گرفتیم و موقتا تو همین خونه موندیم. مادرم امیدوار بود که تو این فاصله قیمت اجاره کمتر باشه. یکی دو بار با کاوه تلفنی صحبت کردم، درگیر مشکلات خودش بود. پدر غزلنم بالاخره دلو به دریا زد و داستان مادره رو بهش گفت. من مونده بودم و فکر مسعودی که از ترس یک هفته سر کلش تو محل پیدا نشد، تا اینکه با هزار بدبختی از زیر زبون پدرش کشیدم کجا مخفی شده. راستش اینجا اصلا به مسعودی که دنبال یه زیر پله بود نمیخورد. منم یادم نمیومد که تو پر حرفیاش از این همچین جایی گفته باشه. مسعود در باز کن پیروزم. آقا مسعود چطوری؟ دعوتتون میکنم بیام تو دیگه. آه اگه شوخی نکردی تو اونا رو گوشتی سر کار، اونا تو رو گوشتن سر کار دیگه. طوری نشده که حالا مال اونا دردش بیشتر بود. این گوشی آنگل نگونی هم کفت رفته. آقا مسعود سعی کردم همه چیزو به شوخی برگزار کنم، اما مسعود هیچ حرکتی نمی‌کرد، فقط به روبرو خیره شده بود. بابا چرا اینجوری بغ کردی و سکه نمی‌کنی؟ میوتی خوش میشی یا آقا مگه ما با هم رفیق نیستیم مثلا؟ تنها اشتباه همین بود که چاقو رو بهش نشون دادم. آه این اصلا بی خطره بی خطره. ببین یه دست میزن اینجا خوشن میزد در تو. تصور هر چیزی رو میتونستم بکنم جز دیدن اون. میشه از این کوچه نریم؟ پیچیدم دیگه خانم. این خیابون مستقیم میخوره به اتوبان، زودتر هم میرسیم. چکار کنم؟ برگردم؟ نه آقا بریم. ببخش میشه چند لحظه سر؟ چیزی جا گذاشتی؟ نه. ترسیده بودن عمرن اگه موبایل
بهش برگردم. میرم یعنی چه خب راستش که بالاخره بهشون بگی؟ نه برای چی بگم؟ تو معلوم نیستی هم دیگر ببینم این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون مرد حسابی نه امشب تا اینجا آمده فردش هم تا اینجا میرم یه تحبیق قضیه هست در میرم آبرو استرخون میره بابا بیام چکار میخوام بکنم؟ خوبش میبینم یا رو ساله میبینم بازیشی ولی نه همش پیشاره باید بول و بله باشه که توی میتونه چه اتفاقی افتاده و اینها ما این آهردی نه نه پس سنگ بکنم بسید شکوفه ما رو دید. من باید از همون اول میفهمیدم که آدم بی استعدادی مثل مسعود نمیتونه همچین نقشه‌ای به فکرش بیاد. گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردی؟ پولو میدی موبایل پس میگیری؟ آره یا نه؟ بهت زنگ میزنم. نمیخواستم ماندانا رو اذیت کنم. من خب تقصیر خودشه. این همه پول رو حاضر نیست کمک کنه. دیگه فهمیدنش خیلی سخت نبود که چرا شکوفه آخرین کسی بود که قبل از پرت شدن دیدم. وقتی که خوب فکرشو میکنم رفتار همه ما شبیه کاری که رخ آخر بازی انجام میده. اون دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیده. اون فقط از این بازی که حرکتاش تکراریه خسته شده. مثل معتاد شدن ماندانا، تنفر مسعود از بچه پولدارا، بی‌اعتنایی غزل به پدرش، در افتادن کاوه با برادرش و آمال و آرزوهای شکوفه و دروغ‌های من که حالا همشون چند تا عکس میشن و میرن تو فیسبوک و وایبر و واتساپ و به چند لحظه بعد محو میشن از خاطره ها میرن به همین سادگی. از این بود اما هنوز
حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک بار. ای دل چه حقیقت جهان هست مجاز، چندین چه خوری تو غم از این رنج دراز، تن را به قضا سپار و با در بساز، کین رفت قلم ز بحر.